درود گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه. از این لحظه به مدت یک ساعت در خدمت شما هستیم و در این برنامه آقایان دکتر رزمارا و سیاوش استامارا همراه خواهند بود با نکات جالبی از رویدادهایی که برای این برنامه فراهم کردن. امروز در این برنامه دو شاعر گرانقدر ایران، خانم هما میرافشار با اشعار زیبا و دلنشین که از خوش روزگار در قید حیات هستند با این امید که همیشه سالم و سرحال باشند، و بعد شادروان تورج نگهبان، شاعری توانا که دوستان عزیز من نیز بودند که اینک سال روز درگذشت ایشان است و خوشبختانه همین امروز شنیدم که پسر و عروس گل ایشون پس از 10 سال تلاش مجموعه اشعار این شاعر گرانقدر را در 532 صفحه در همین شهر لس آنجلس به چاپ رساندن که علاقمندان می توانند به شاعر برای دسترسی به این کتاب شاعر ملی با تلفن 424-333-5275 تلفن کنن یا در اینستاگرام با تورج دش نگهبان دش آفیشیال تماس بگیرن و این کتاب جالب رو در 532 صفحه یک شاعر براستی ملی و میهنی و اشعار جالب که امیدوارم که در حال این کتاب رو بتونن علاقمندان در نزدیک در این فرصت در اختیار داشته باشد. بر این مال آقای تورج نگهبان که اخیراً چاپ شده با شماره تلفن 424-333-5275 در حال بخوان که براتون بفرسته و این اشعار دوست در حال دست داده ما رو همواره در اختیار داشته باشین و مطالعه بکنین. یک براستی شاعری ملی بود. شاعر دوم خانم هما میرافشاره، دوست عزیزمون آقای سیاوش ابستا، با ایشون هم ببینیم چه در حال مطالبی در این برنامه برای ما دارن. و آقای روی خط ما هستن آقای، بله درود بر شما آقای سیاوش ابستای عزیز. درود بر شما مهربانیار استاد گرامی سیروس شرفشاهی، آرزو دارم شاد و تندرست باشید. درود دارم با امیر شهرتی عزیزم، مهندس شجره عزیزم، برادر مهربانم، با شما هستم مهربان جان. بله آقای دکتر رزمارا مطابق میل شما صحبت کردن از اسلام و از این داستان. آقای دکتر رزمارا دایی جان ما هستن و همیشه این فرهیختگی ایشون رو ما افتخارش داشتیم که در پاریس داشته باشیم. جناب شرفشاهی اشارهای خوبی کردن. میدونید شما یهودیان عزیز در جهان یک دونه هیتلر داشتن، این در تایید فرمایشات آقای دکتر رزمارا، یک دونه هیتلر پلید پس فطرت اینا داشتن که یهودی ها رو قتل عام کرد. جناب شرفشاهی ما 14 قرن هر 10 سال، 50 سال، 100 سال هیتلرهایی داشتیم از این سرزمین تازیان که اینها جنگ و دعوای خودشون رو بنی هاشم با بنی امیه آوردن تو ایران ما و ما رو قربانی کردن با پول ما، با جون ما، با خاک ما، با خون ما. بعد این جریان حسین اول، اجازه بدین من تو پرانتز یه نکته زیبا بگم، اونی که کریمی رو که فرمودین، علی کریمی رو، من میخوام به این رفیق نازنین درود بفرستم همینجا و بگم همه یاد بگیرن. علی کریمی امکان داره الان که این سخن زیبا رو گفته و تحریمش کردن، فردا ببین یک عده عکسای ازش منتشر کنن که بگن بابا علی کریمی خودش قبلا نظری میداده، عکسشو بندازن داره شله هم میزنه. قاطع بچه ها ملت ایران بدانید که افتخار باید بکنید که قبلا مسلمان بودید الان نیستید. میگن مسلمانان سابق و سلمان رشدی نمونه بارزش است. احمد سلمان رشدی ایشون از خانواده مسلمان، اهل
هندوستان هندوستان و مسلمان بود. در ابتدای انقلاب کتاب بچه های نیمه شبش دومین کتابش بود، توسط خمینی جایزه گرفت، هوادار انقلاب بود. ولی این مرد بزرگوار و این نویسنده توانا که من از همینجا به این رفیقم هم سلمان رشدی درود میفرستم، ایشون با افتخار اومد گفت من دیگر مسلمان نیستم. یعنی بچه ها اینو یادتون نره، کسی که بوده حالا نیستی قابل ستایشه. من علی کریمی رو میبوسم. نکته دوم آقای شرفشاهی عزیزم، یه خبر خیلی خوبی، هم شما خوشحال میشین هم همه عزیزانی که ما رو میشنوند. درود دارم به شهبانوی عزیزم، شهبانو فرح پهلوی عزیز، که مصاحبه ای کردن ایشون دیروز با یک مجله و یا روزنامه شاید بهتر باشه، لیبرو ایتالیایی، و تیتری که خود شهبانو انتخاب کرده برای این هست که مردم ایران، عکسش عکس مجله رو دارین در یه صفحه، اگر آقای شهرتی داشته باشن نشون بدن که دوستان بتونن این رفرنس رو پیدا کنن، بخونن، ترجمه کنن، به زبان مختلف پراکنده کنن این مصاحبه شهبانو عزیزم. و اینجا شهبانو دیگه آب پاکی رو دست همونه که میگفتن ای وای ایشون نامزد کاندیدا شاهی شاهزاده چی گفت نگو ریخته، میگه ملت ایران، مردم ایران خواهان بازگشت پادشاهی در ایران هستند و این شهریاری رو هر روز دارن فریاد میکنن و من آماده بازگشت به ایران هستم. یعنی آزادی نزدیک است ولی شرط و شروط ها، یعنی مردم باید همراه باشن. این هم خبر بسیار خوبی بود که میخواستم به آگاهیتون برسونم جناب شرفشاهی. اما نمیدونم مایل در چه مورد صحبت کنم. یکی میتونیم در رابطه با سلمان رشدی صحبت کنیم. آقای شرفشاهی، سلمان رشدی عزیز من، ایشون از سال 2017 خودش رسما اعلام کرد که حکم فتوای من لغو شده و من دیگه محافظم نمیخوام، محافظاشم برداشتن. یعنی این رژیم پلید جمهوری اسلامی که یک آنارشیزم دینی هست، میدونه که حتی این سید علی خامنه ای وقتی خودش رئیس جمهور بود اومد گفت که آقا ما نمیخوایم رو بکشیم، و بعد فتوای برخی از فقهای حتی همین تشیع که من خواهان نابودی همه اینها هستم، سادات تازی و فقها از دم سازمان روحانیت، دو پدیده استعماری است که استعمار روم 1400 سال پیشه که استعمار انگلیس که روحانیت ساخت. ولی میخوام این بگم آقای شرفشاهی، خیلی از این آخونده معتقدن که اجرای حکم ارتداد و یا الحاد دست وضعی فقیه نیست و با خداست. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی این که من بر اساس همین فتوا جان آقای یوسفی اشکوری رو نجات دادم، از زندان آزادش کردم، و بر اساس همین فتوا جان آقای آقاجری رو که میخواستن بکشنش که از کتاب دینداری و خردگرایی من در ایران صحبت کرده بود، و همین قرآن سروده به سبک پارسی من که من برای نخستین بار در 40 سال پیش همین آیات شیطانی را مطرح کردم. آقای شرفشاهی، آیات شیطانی یعنی حکم پس با خداست، همین خود آخوندهای ابله نادان نوکر استعمار بخششون بر این باور هستن. به خاطر همین بیچاره سلمان رشدی، خودش آقای شرفشاهی مدت ها بود حتی اینجا تو تلویزیون فرانسوی که اومد صحبت کرد گفت یارو جدیده که چیز شده من نمیخواد بکشه. حالا از این که میخوایم بگذاریم، در تایید فرمایشات شما استاد بزرگوار و جناب دکتر رزمارای عزیزم، من به عنوان یک خبره اسلام شناس که برای نخستین بار این آیات شیطانی را 7 سال پیش از سلمان رشدی مطرح کردم در کتاب از میترا تا محمد و در کتاب دینداری و خردگرایی و از همه مهمتر قرآن سرودهی به سبک پارسی. آقای شرفشاهی، ملت ایران که نه، جهان بدون، اونایی که زبون بلدن ترجمه کنن برای دیگران، آیات شیطانی آیاتی است که مشخصا در خود قرآن آمده. در خود قرآن آیه میاد، برای آیه که نیست، اینا سخنان مشاورین محمده. یعنی در قرآن شما هر جا الله میدین ببینین جاش باید بزنین محمد، چون بوت بزرگه. تو همینم میگه افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، میگه آیه تو این ستا بوتو دیدی، لات و عزا و منات، میگه لا دیدی چه باحاله. حالا اینا چی هن؟ تلکل قرانی قل اولا این شفاعت هنه یا و شفاعت هنه ترتجا، میگه اینها لکلک های زیبایی هستن، مرغابی های نازنینی هستن، بوتا
چون خودش تا 40 سالگی اینا رو پرستش میکرده و دور کعبه که آتشگاه ایرانی بوده بیت الزهر خانه کیوان میگشته، خودش این بتا رو پرستش میکرده. میگه که و پدرش پدر بزرگش همه عبد بودن، یعنی نگهبان و خدمتکار یکی از این بتا، عبدالله یعنی بت بزرگ، عبد مناف، عبد عزا، عبد شمس، نیاکان محمد، همه بتباز بودن، یعنی نوکرای بت بودن. حالا آقای شرفشاهی ایشون در خود قرآن دیگه میگه که اینا لکلکای خوشگل و قشنگ و قد بلند ابرو کمند هستن که اگر شفاعت بکنن اینا مورد قبول قرار میگیره. بعدی که محمد اینو میگه یکی دو روز میگذره، یعنی مشاورانش که آیه ها رو میذاشتن تو دهنش، مثل صهیب، حمزه، سلمان پارسی و دیگران، میگم میگه بابا چی گفتی آبرو مرو برده آبرو خودتم بردی؟ میگه چطور؟ میگه توحید تو گفتی خدا یکیست که باید بوتار شرا آوردی گفتی هم شفاعت بکنی؟ نه میگه این راست، میگه اشتباه شدی، خیلی اشتباه بزرگی شد، اشتباه هم خیلی زود های شرف شد پاکش میکنه. در این سوره حج آیه 52 میگه و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، میگه محمد جان ما پیش از اینم پیغمبر دیگه فرستادیم و این اشتباه شروع پیش اومده، الا اذ تمنا القى الشیطان فی امنیت. ببینید من این خدا خوندم میخونم که خاطرتون جمع بشه، فینسخ الله ما یلقا شیطان، میگه پیش از اینم محمد ناراحت نباش، به زبون پیغمبرای ما شیطان اومده حرف زده ولی ما اینو کنسل نسخش میکنیم. حالا آقای سلمان رشدی وقتی که این کتاب زیبا و قشنگش رو به نام آیات شیطانی فرست نوشت، 3-4 سال 5 سال بعد از این قضیه بود و کتابش هم در ایران دومین کتابش گل کرده بود، یک سری اطلاعاتی خواست، همین منبع رو خواست که این منبع هم کتاب تاریخ طبری است، هر کسی تاریخ طبری رو واکنه میبینه که اونجا همین مبحثی که من در سال 1983 در قرآن سرودی به سبک پارسی نوشتم موجود است و در کتاب فرانسه زبانم با عنوان لسوکره دو لیسلام اینا رو منتشر کردیم 1983. منابع رو خواست، ما منابعش دادیم که تاریخ طبری است، الان هم تو تاریخ طبری هر کی بره بگرده 37 جلده بعضی جاها 20 جلده 22 تاست، در اونجا میبینیم که آیات قرآنی وقتی بخونم چند صفحه است همین شرح داد. یعنی من میخوام استاد شرفشاهی به جهان این رو باید بدونه که این حرامزاده هایی که هی میکشن 14 قرن ما رو کشتن، جنگی که با بنی امیه داشته و دارن، الان جنگشون با بنی امیه است با عربستان سعودی و اینا بنی هاشم و اینا سید میده هستن، کریمی ما رو چه میکنن؟ به قول شما چه میکنن؟ از همه مهمتر این که الان توش خود شیعه، تو خود شیعه الان انشعاب شده که مزخرفات اینا قبول نداره. مقتدی صدر که از عربستان سعودی پول میگیره و طیف آمریکایی اومده سینه میزنه حرفای ما رو میزنه، میگه که بابا علی اصلا زنش محسن نداشت، اصلا عمر محسن رو نکشت، اصلا عمر دامادش بود، خود علی اسم بچه‌اش ابوبکر، عمر، عثمان بود، اینا چرت و پرت با سینه زنی که وقت نیست اگه فیلم ما محد عصر فاطمه قال المفيد استمع ما حد عصر فاطمة قال المفيد الله القول المفيد مني المجوسي ابتدتها الخديعة مني المجوسي ابتدتها الخديعة كذبة وخرافة تهدم الشريعة كذبة وخرافة تهدم الشريعة ثابت عمر هو صهر الوديعة ثابت عمر هو صهر الوديعة شلون ارتكب هالجريمة الفظيعة شلون ارتكب هالجريمة الفظيعة الله محسن فلا لأثر ينفي المفيد الخبر محسن فلا له ينفي المفيد المنتهل الدمع لا محسن ولا ضلع المنتهل لا محسن ولا ضلع يا شيخ الله لا ضلع يا شيعي لا تنخدع لا مر حسيني ولا ضلع محد محد عصر فاطمة للمفيد
بمحد عصر فاطمة القول المفيد ماكو ضلع لا حرق لا جريمة خطبة فدك تمشي راحت سليمة ماكو ضلع لا حرق لا جريمة الخطبة فدك تمشي راحت سليمة بأني الصحابة علاقة حميمة حتما تغيظ النفوس الأثيمة حتما تغيظ النفوس الأثيمة حيدر عمر عضده كل معركة يسانده حيدر عمر عضده كل معركة كل الجرم يرتفع لا محسن لا محسن ولا ضلع يا شيعي لك لك لا محسن ولا ضلع اینه که الان جناب شرفتایی همینطور که خود شما فرمودید آقای دکتر رزمارا فرمودن در نشریه خوب شما روزانه منعکس میشه در این تلویزیون پارس که منبع خردگرایی آریای ایرانی است هر روز گفته میشه این افشاگری ها و روشنگری ها بایستی بشه تا مردم بدونن تمام این چیزهای آخونده از دم نیرنگ و فساد و دروغ هست. بله کاملا درسته. آقا اینا میدونین اینقدر بلوگ و وقی هم اومدن به کمک انگلیسا توی مملکت حکومت به دست گرفتن، حالا با کمال وقاحت میاد به مردم ایران میگن آقا ما اینجا رو تسخیر کردیم، اینجا مال ماست، دلمون میخواد ببخشیم جزیره کیشو به شما چه مربوطه، ما اینجا رو به دست آوردیم، هر جا رو میخوام بفروشیم بخریم به شما هیچ ارتباطی نداره. و هم من شگفت زدم آقای سیاوش اوستا که این مردم چرا تا این حد ساکتن نشستن، تا کی میخوان بشینن تماشا کنن این که صحبت کاری ها رو. آقا چقدر اینا مردم رو در فشار مالی قرار دادن، نون نمیتونه یارو بخره، این همه هزینه کلان برای آشورا و ماشورا و این که صحبت کاری ها کردن. خب من میگم بارها گفتم این همین ولیعهد عربستان سعودی اومده اعلام کرده آقا اینا عرب هن مال ما هن، اصلا به شما چه مربوط، شما این همه دارین سینه میزنین و برای این. خب راست چون که دارو، ولی اینا که سرشون نمیشه این ماجره ها. من واقعا متاسفم که یه همچین شرایطی هست و تا کی میخوان مردم ایران ساکت ببونن برای این ماجره من واقعا نمیتونم. بله آقای مردم استاد شرفشایی باید مستحضر باشید، با پروانه از شما بخوام بگم مردم ما آگاه نیستن. هر کی آگاه بشه مثل همه عزیزم علی کریمی، علی کریمی تا سال پیش خودش نظری میداد، الان امسال آگاه شده زده زیرش ترتیبی نار میده. من چون تجربه 40 ساله در رابطه با روشنگرایی دارم، با ها کتابی که نوشتم برنامه ها، من با هر کی که صحبت کردم حتی در کادرهای بالای حکومتی جمهوری اسلامی اینها بریدن زدن آمدن بیرون بچه کردن که نمیخوام اینجا بگم، تقصیر مردم ما نیست، تقصیر کسانی است که تریبون و قلم دارن. اونایی که تریبون و قلم دارن همه مثل من و شما و مهندس شجره نیستن آقای شرفجایی، همه خودفروشن، همه خودفروشن. هیچ کس مثل امیر شجره نیست که بیاد یه رادیو با کنه اول، بعد بیاد تلویزیون، بعد روشنگری باشه، جایی هم بند نباشه. همه ی آدم های دیگه اینا جایی بندن تشکیلات، چون بعد میگن آقا ببین یارو چجوری فکر میکنه از اونجا میخوره. الان همین عرایزی که بنده به شما کردم، همین کتابی که سلمان رشدی نوشته، همین کتابی که من نوشته، بعد اونجا کتابی بنده فروش زیادی کرده، خود پارس تیوی تعداد زیادش رو فروخته، خلیلی فروخته، در اونجا در دنیا فروش رفته، مردم همه خوندن. ولی این باید روزانه باشه، نه اینکه توقف پیدا بکنیم. مردم رو باید روشن کنیم. ما به یزدان سوگند آقای شرفش، از وقتی مردم فهمیدن حسین به ایران حمله کرده و خود چه بوده، روز به روز داره از سربازان کم میشه. این را من درس یک عضو بخوام هدیه بدم به عزیزانم که بفهمن. آقای شرفش الان این روزه که محرم سفره، اینا میگن وای 120 هزار تا نامه نوشتن به حسین، امام حسین، آقا بیا از اینجا ما رو نجات بده. اولا که اون موقع
شبه جزیره عربی 120 هزار تا آدم نداشته کلا. درسانی نامه که بفرستن اون موقع که چند ماه طول میکشه، همینا دروغه، اصلا نامه هم ننوشتن. دعوا اینا سر اورینب زیبای عرب بود با یزید، یکی یک. و بعد ایرانی ها که در نینوا بودن و همین عراق کنونی، یعنی ایرانک، عراق یعنی ایرانک، بغداد، بغداد مقام دادن، شهر ایرانی است، تیسفون ما اونجا بوده، ایرانی اونجا بودن، ایرانی ها خواستن انتقام خونو بگیرن، علی رو که کشته بودن، عثمانی که کشته بودن، ابوبکر رو مسمومش کرده بودن، عمر هم کشته بودن، گفتن این حسین رو ما یه جور انتقام خونایی که اومده تا گیلان ریخته بگیریم. چیکار کردن؟ یکی دو تا رئیس قبیله آقای شرفشاهی، یکی دو تا رئیس قبایل فارس، فارس میگن اینا یعنی پارسی، آریای ایرانی، گفتن آقا پاشو بیا اینجا ما حوت داریم، دخترارم برات میگیریم، اورینب رو که اون گرفته، البته دست خود حسین بود چون حسین گرفته بود، گفت ما قطعا میگیریم دیگه، برام چک مال تو باشه و الاخر. این وقتی میاد اون دو تا آدمی که دو تا قبیله بودن میارنش تو ترک، اصلا بکشنش. برای همین که یزید میگه آقا نکشین، چرا کشتین یزید؟ آقای شرفشاهی، یزید میاد تمام اونایی که حسین رو کشتن اینا رو تنبیه میکنه. یزید بذارین بهتون بگم اینم دیگه، یزید آقای شرفشاهی دموکرات ترین آدم بوده تو کره زمین، میاد زینب رو میگه آقا برو رو منبر صحبت کن، تا حالا اینجا آخوند یه کار نکرده. یزید الا یا ایوه الساقی ادر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد به مشکل ها. این بیت اول ما را یزیده که حافظ میگیره، یزید هم اومدن مثل همه چیزی که پست و پلید و اینا نشون میدن و خودشون رو که الان دیگه خوشبختانه خود شیعیان عراق، خود شیعیان عراق میگن تمام این حرفای باند حاکم بر ایران دروغه. بسیار ممنون دوست عزیز، تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. سپاسگزارم آقای شرفشاهی، شب روز شما خوش. آقای شرف شهرتی عزیز، مرسی، خدا نگهدار. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر منوچهر رزمارا و آقای سیاوش اوستا باش و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.